پرونده بانک کماکان با جدیت کارش داره دنبال میشه و اقدامات، چون کار بزرگی بوده، پرونده بزرگی بوده، کار داره دنبال میشه و انشالله دنبال خواهد شد. اون اصلی ترین دغدغه ما تحویل اموال مردم هست که این یه کارگروه مشترکی از سوی دادستانی، پلیس و بانک ملی تشکیل شده و حالا اون روندی که چجوری تحویل میشه اینا توضیح خواهند داد به مالکین که بیان این در واقع نشانه ها، مدارک، قرائنی که دارن در رابطه با اموالشون رو ارائه بدن و اموالشون رو تحویل بدن. واقعا این مال باختای گلایه هم داشتن که یکم طول کشیده و خب طبیعتا به پلیس نباید مراجعه بکنن، اما اگر توضیح بدید. ما عرض کردیم ببینید، ما بلافاصله بعد از کشف اموال مردم که بالغ بر 90 کیلو طلا و جواهر بود، اینها رو ارزیابی کردیم، شناسنامه دار کردیم، حتی کوچکترین در واقع حالا وسیله‌ای که تو اون صندوقا بود اینا توسط یک کارگروه تقریبا 20 نفره حدود یک هفته اینها شناسنامه دار شد، وضع شد، در واقع مشخصاتش کامل آورده شد و طی تشریفات قانونی تحویل خزانه شد. اینجا پلیس دیگه تو این بخش الان به اصطلاح ارزها و سگام همون تقریبا روز دوم بعد از کشف تحویل شد. ما دیگه کاری نداریم، ما کارهای تشریفات انتظامی قضایی رو خود افراد رو داریم دنبال میکنیم و ابعاد دیگه پرونده رو داریم دنبال میکنیم. 90 کیلو درست؟ بالغ بر 90 کیلو. درست. و در رابطه با حالا امنیت بانک ها و شعب شما یک تذکر پلمب هم دادید، چون اینا به هر حال به نوعی یک بار روانی منفی ایجاد میکنند تو جامعه. جلسه ویژه‌ای در این رابطه در واقع در وزارت کشور برگزار شد با حضور مسئولین زیرب در بانک ها و اونجا مکلف شدن بانک ها که به سرعت نواقص موجود در معایبشون رو برطرف کنن. اونجا تذکرات داده شد و موارد گفته شد. الان هم پلیس بانک به بانک، پلیس پیشگیری ما بر اساس اون چکلیست هایی که در واقع مشخص شده داره بررسی میکنه و اونهایی که تو مهلت قانونی عرض کردیم رعایت نکنن بانکاشون پلمب خواهد شد.